با درود به هموطنان گرامی ایرانی من در ایران و سراسر جهان، من امروز به شما چهار آینه از موزه نظامی کاخ سعدآباد، موزه نظامی تهران در کاخ سعدآباد نشون میدم که در کتاب من Arms and Armor from Iran تمام اندازه‌گیری آنها و آنالیز اونها انجام شده. این کتاب من اولین جایزه جهانی کتاب رو که در ایران بردم با این کتاب بردم که در سال 2006 میلادی چاپ شده. یکی از دوستان من از اینجا خواهش کرده بود که در مورد 4 آینه و چه نوعی 4 آینه وجود داشته بیشتر صحبت کنم و همچنین برای چی 4 آینه استفاده میشه. ببینید دوستان، 4 آینه‌ای که شما الان اینجا میبینید تقریبا میبینید که 4 گوش شکل یا مستطیل شکل یا 4 گوش شکل. ولی چیزی که برای ما مهمه و بعد به شما بگم، در دوره ایلخانی و تیموری مثل توی زره‌های چینی، 4 آینه‌هایی که ما داشتیم جلوی سینه گرد بوده و یعنی سینه بند و پشت بند گرد بوده و بغل بندها که زیر بغل بوده اونا هم گرد بوده که کوچیک بوده. اکثرا تو مینیاتورها شما اونا رو نمیبینید، بعضی وقت دستشون بردن بالا میبینید. بذارین از اول من قبل از اینکه برم گرد بودن بعداً وارد چارگوش در اومدن صحبت کنم به شما بگم که اصلا 4 آینه یعنی چی. آینه که هم تو خودتون میدونید یکی از چیزای آینه که از معنیش که آینه آدم خودشو نگاه میکنه که به انگلیسی میر میگیم، ولی آینه به معنی زره به اصطلاح ورق فولادی آهنی هم هست. حالا چرا اسم این آینه بوده؟ آیا به خاطر این بوده که صیقل داده میشده؟ بعضی ادعا میکنن میتونستن خودشون توش ببینن. خیر، آینه اینجوری نیست، چون مثلا فولاد گوهردار میبینید که حالا تیر مانند داره. مثل این آینه یک دونه مثلا لغت دیگه ایه که برای زره‌های ورقی استفاده میشه. شما الان اینجا رو نگاه بکنید، هر 4 آینه ما اگه دقت بکنید این نوع که منسوب به شاه اسماعیل اوله از پولاد گوهردار درست شده و این نوع که از پوست کرگدن اینقدر محکمه که با اینا رو پرداخت میکنن و دباغی میکنن، اصلا شما دست بزنید خمش نمیتونید بکنید. حتی 2 قسمتش فقط مونده، ما بازوبندش هم داریم که این مورد دوره زنده. اینو اگه دقت کرد بشه این از یک نوع، این یه نوعشه. یک نوع که این در دوره صفویه که میبینید که اینا با هم دیگه با لولا به هم دیگه وصل شدن. یه نوع دیگه در قاجاره اگه دقت کرده باشید 5 قسمته. اینو باید با لولا به هم دیگه وصل شدن. توضیح میدم به چه صورته براتون که شما اینو بتونید ببینید دوستان. شما اگه الان ما این قسمتایی که به اصطلاح هم جدان، ما شما در این قسمت های مختلف، این پشت بنده یعنی محافظ پشته، این سینه بنده، اینها بغل بندن. حالا شما اگه اینجا پشت بنده چون گردن که میخواد به جلو خم بشه اینا اینجا به این صورته و این بغل بنده که دست که بالا پایین میشه روی اینه. اینا بعد با تسمه چرمی به هم دیگه چی میشن؟ وصل میشدن. و اینا رو اگه شما الان بیاین نگاه بکنید، این قسمت ها رو، اینا که به صورت چرمی هستن، این جای تسمه سگک ندارن، اینا رو در داخل خفتان میکردن، زیر خفتان یا زیر حتی بله یعنی زیر حلقه این می‌پوشیدن، بعد روش خفتان و اون رو میبستن و یا برعکس زیر خود چیزم میتونید بذارید، خفتانم بذارید. این هم که لولایی بالاش اینا با تسمه از روی شونه رد میشده که میتونستین اینا سگکای ما رو بالاست که به هم دیگه بتونید وصلشون که حملش میکنید. مثلا حالا 4 آینه برای چی بوده؟ ببینید یکی از تصورهای غربگراها، یعنی اونایی که تو اصطلاحات غربی تحقیق میکنن مثل اروپای غربی، بیشتر اروپای غربی ها، یه تصوری هست. مثلا شما اگر در دوره ناپلئون نگاه کنید، جنرال ناپلئون، امپراتور میگم برای شد امپراتور ناپلئون و یا ولینگتون که باش جنگید انگلیسی، یا پراش را نگاه کنید، پرویسا رو نگاه کنید، اتریشی ها پروسا، اینا شما در اون موقع که می‌جنگیدن اگه دقت کرده باشید سوار نظامای به اصطلاح سنگین‌ترشون در دوره ناپلئون و انگلیسی ها، اینا زره که اون موقع تنشون نمی‌کردن، ولی اگه دقت کرده باشید روی بدنشون یک زره از برگه ورق فولادی منظورم هم می‌کردن. در خارج علت اینکه اینو هم می‌کردن، خب اینا بقیه جاهاشون که زره نداشت، یه دستکش چرمی خیلی ضخیم دستشون که با شمشیر منحنی که داشتن. می‌دونید که در این دوره دوباره دیگه اروپایی از شمشیرای برای جنگیدن شمشیر مستقیم جدا شده بودند و به شمشیرهای سیبر و منحنی که حتی ناپلئون که در جنگ‌های مصر بود چیکار کرد که اومد ناپلئون در جنگ‌های مصر که مملوک‌ها رو آورد دیگه اصلا شمشیرهای کاملا منحنی رو هم وارد کرد، مثلا اون نمونه‌هایی که ما در ایران داریم. ولی این مبحث دیگه است. اینا برای اینکه خب ببینید اینا تو اروپا میگن یه همچین زرهای سنگینی که تنشون هم میکردن بادی آرمر، برای این نبوده که جلوش ضرب شمشیر بگیره، اینا برای این بوده که اون موقع تفنگای سرپر طبق ادعای اینا که میکنن مثلا بعدا که دیگه اومده بوده حالا چه میخواسته از دوره شمخالی باشه، دورهایی که شمخال استفاده میکردن و یا فتیله‌ای، تفنگای فتیله‌ای، تفنگای چخماقی و دنگی که اینا سرپا بوده وقتی که شلیک می‌کردن از تو این برگه‌های ورق‌های فولادی ضخیم که بدن رو حفاظت می‌کرده رد نمی‌شد. ما حتی جالبش اینه که شما اگه در موزه دل‌آرمه بریم، موزه نظامی پاریس، یه دونه از این بدن‌ها حتی بهشون توپ شلیک شده، البته اون مرده اون کسی افسری که این توپ رو هم کرده و سوراخ توپ رو اون برگه می‌بینیم. توپ یعنی با توپ زدنش بهش اثر کنه، چون سرپوری‌ها اثر به بدن نمی‌کرده، بنابراین مجبور بودن به سر، دست، پا بزنن. ولی خب اینا که با اثری می‌تاختن شما میدونید مثل تو بوکس، ما همیشه تو بوکس میگیم hit the chest head will follow، بزن به سینه سر دنبالش میاد، سر نکن به سر نشونه میده، این همیشه بوکسرهای آمریکایی میگن. در جنگ هم به همین صورت بوده، بزن به سینه، اینا هدف میکردن میگرفتن به سینه، خود سینه هم که اینجوری بوده سینه با تفنگای سرپر اون موقع رد نمیشد. روی همچین تصور نظامی که غربی‌ها داشتن اینا اومدن میگفتن که خب این چهارایین‌ها هم شما تو ببینید تو مقاله هاشون رو قبل از که مثلا من چاپ کنم اینا ادعا می‌کردن که چهار آینه در ایران هم به همین دلیل، در صورتی که این حرف کاملا اشتباهه. شما الان میگم به چرا. بله ما اگه زره حلقه‌ای برای ضربه‌های شمشیر کاملا کافیه، ولی اگه یکی نیزه مثلا دو دستی دستش باشه رو اسب و به شما حمله کنه، بزنه به شکمتون با اون ضرب دو دست، حالا چه میخواد رو پیاده نظام باشه چه سوار نظام، نمیتونه زره حلقه‌ای بگیره. خفتان زره حلقه‌ای بالاخره میره تو، ولی شما تنتون این باشه جوری ضربه های نیزه سنگین رو میتونه که بگیره و این بیشتر برای نیزه بوده. و همچنین اگه به طرف تیراندازی میشده هر چقدر ما آزمایشا رو کردیم دیگه، هر چقدر حتی کمان 120 پوند نمیتونه تو این ضربه فولادی رد شه که حتی تو مثلا لانگ بو کمان های بلند اروپایی هم که خیلی پونداژش بالاتر هم از زدن اصلا از ضربه فولادی آب دیده رد نشه، حتی از چرم دباغی شده که اینجا دارین هم رد نمیشه. پس اینا برای این بوده که بدن رو محافظت کنه یا زیر تیرهای سنگین کمون یا نیزه. شما اگه برگردید به دوره ایلخانی حتی میبینی که گفتم اول این چیز گفتن بوده که به اصطلاح این به اصطلاح سینه بند چیز اینقدره. ببینید اگه شما بتونید زیرها اینجا ندارم، حالا اگه خواستید براتون از مینیاتورا توضیح میدم. به این صورتی که گرده، پشت بندم گرده، بغل بندا ریز کوچولوه که میاد تقریبا زیر بغل رو میگیره که روی چی هم میشده یا روی جوشن هم میشده با قیبه که ما گفتیم قیبه این برگای کوچیک که به هم دیگه وصل میشدن روی جوشن یا روی چی هم میشده خود جزء خفتان بوده. بعدها اینا دیگه بزرگتر شدن به این صورت در اومدن که بتونن جلوی بهترن حفاظ بیشتری بدن. حالا چند نمونه از چهارآینه ما داریم. این چهارآینه منسوب به شاه اسماعیل صفویه که از برگه‌های از پولاد گوهردار ایرانی درست شده و دوراش هم تراکوبی کردن. الان شما ببینید تراکوبیش ببینید که از آیات قرآن کریمه و اینجا الان شما دقیقاً ببینید به زیبایی پولاد گوهردار اینجا میتونید دقیقاً پی ببرید. شما اگه اندازه‌ای اینو می‌خواید در کتاب من میتونید برید. پشتش هم الان ببخشید اینجا رو بیاین شما نگاه کنید می‌بینید این پولاد گوهردار و اینجا هم اگه دقت کرده باشید با تراکوبی مکرر اینجا رو من ترسیم کردم. حالا من تراکوبی مکررش چیه؟ میدونید اینجا مثل چاخونه هست، میبینید زیرش اینجا رو بهتون بعداً توضیح میدم. این قسمت هم که سگکاشه و اینجا هم بازم میبینید چجوری شیارای میانپا رو در اینجا درست کردن. این قسمت سگکا هم که در دوره صفوی خیلی مد بوده. پشتش اگه نگاه کنید بازم میبینید با اینجا با نمد و بعد با مخمل پوشوندن. اگه دقت کرده باشید به خاطر اینکه بیاد که روی زره که میاد یه حفاظ دیگه هم داشته باشه برای بدنتون سلام نظر. این سگه کام که برای این بوده که از جا چی رد می‌شده همون گفتم تسمه و کمر. این از دوره صفوی این سنگین‌تر، اینجاش لولا داره همونطوری که دقت کرده باشید. نگاه کنید. و جالبیش اینه که الان شما نگاه کنید این پشت بنده یه تیکه داریم اینجا پشت بند و اینجا اگه دقت کنید سینه بنده اینا بازم از آیات قرآن کریمه آیت الکرسی و بقیه چیزا در دورشم اینا نوشته. و ببینید الان اینجا شما نگاه کنید، این گفتم این سینه بنده و اگه بیاد اینجا نگاه کنید با بغل بندها با لولا اینا به هم دیگه وصل شده. اینا یک دونه لولاها که هست یک میله مثل یه دونه استون میله فولادی رد میشد، اینا هم دیگه به هم دیگه وصل می‌کرده. قلم زنی رو ببینید به چقدر زیباست اینجا. و سوره بقره می‌نوشتن و بقیه سوره‌های قرآن رو. و الان من اینجا بگیرم تسمه ها میمد از اینجا به اون قسمت جلو می‌بینیم. اینجا الان مثلا که اینجا پشبنده این می‌بینید، حالا برم طرف جلو بند اینجا رو ببینید، نمی‌مده به هم دیگه وصل می‌شد که از روی شونه آویزون میشه. این حفاظش خیلیه چون بین اینا فقط تسمه نیست مثل این، ولی خب این سبک‌تره و سرعت بیشتری میشه باش هم کرد. این دیگه کاملا به شما حفاظ می‌کنه. لولاها رو می‌بینید، اینا همش در کتاب من Arms and Armor from Iran شما می‌تونید ببینید. جلوتر که میایم پوست کرگدن. دوستان عزیز، پوست کرگدن یا پوست بوفالو یا پوست فیل که استفاده می‌شده برای زره، برای برگه، خیلی ضخیمه. از تو اینم شما نمیتونید هیچی رو رد کنید واقعا، و خوبی نسبت به فولاد داره. بله خب مسلماً میشه گفت که به اندازه فولاد قوی نیست، ولی خیلی سبک‌تر از فولاد. و یکی از دلایلی که چرم رو استفاده میکردن برای همین سبکیش هم بوده. این از دوره قاجاره که این اگه دقت کرده باشید. ببینید دوستان گرامی من، میبینید اینجا جلو سینه بندو یا جلو بند که بیشتر سینه بند بهتره بگیم، و این پشت بند این از یک ورق فولادیه، بغل بند از یک ورق، و جلو بند یا سینه بند ببینید از دو قسمت درست شده که اینا باید جلوش باز لولا میاد وصل میشه با یه دونه میل. ببینید اینم که پشتشه، الان این قسمتایی که نمد و بعدش مخمل بوده اینا روش از بین رفته متاسفانه. این تزییناتش هم که الان اینجا میبینید این تیرانداز روی اسبه. این تزییناتی بود که ماره بازم از آیت قرآنه که روش چیز کردن برگه طلا روش چیز کردن، طلا کشیدن. و من اینجا گیلدینگ، من اینجا برگردم به شما میخوام اینو دوباره نشون بدم. این ستاره رو میبینید، گفتم این الان سینه بنده، این پشت بنده، بغل بند، درسته؟ حالا شما اینو نگاه کنید، این پشت بنده، این جلو سینه بنده، این دوتا بغل بند که اینا از 4 قسمت. اینم که 4 قسمتیه، فقط دو تاشه داریم اگه دقت کرده باشید. این سینه بنده، این پشت بنده. ولی اگه الان بیایم اینجا رو نگاه کنیم، حالا اصلا این ممکنه بغل بندم نداشته باشه، فقط برای سینه و جلو بند بوده، ولی بالاخره تو موزه نظامی در کاخ سعدآباد این دو تاست فقط. ولی اگه از دوره قاجار رو بخوایم نگاه کنیم که الان گفتم مال دوره قاجاره، این از 5 قسمت تشکیل شده. یعنی چی؟ یعنی سینه بندش از دو قسمت درست شده که با یک دونه لولا به هم دیگه وصل میشه. دوستان گرامی، امیدوارم از این خوشتون اومده باشه، از این تفکیک 4 آینه ها. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید، هر سوالی داشتید بپرسید و پیروز باشید. به امید دیدار.